الرحیم اللهم عجل لولیک الفرج و والنصر و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اوانه و بین یده خدمت ملت عزیز ایران سلام عرض میکنم و برای اونها و همه موحدان و آزادی خواهان و عدالت طلبان جهان سلامتی و عزت روزافزون مسئلت دارم خاطر مبارک ملت عزیز ایران هست که طی هفته های اخیر درباره دو موضوع به طور جدی و معکد با آنها صحبت کردم یک موضوع بحث طالبان هست که خطر جدی برای امنیت ما و منطقه است و موضوع دوم بحث وجود یک باند فاسد امنیتی در دل نهادهای امنیتی است که اقدامات او علیه ملت علیه منافع ملت و علیه آرمانهای انقلاب هست حدود دو هفته قبل یکی از مقامات ارشد امنیتی به من پیغام فرستاد که چرا درباره طالبان و باند فاسد امنیتی صحبت میکنیم ما به شدت تحت فشار هستیم و اگر ادامه بدی مجبوریم که با نزدیکان و اطرافیانت برخورد کنیم من پاسخ دادم که روشن کنید چه کسانی شما رو تحت فشار قرار میدن اونها رو به من معرفی بکنید بعد از اینکه این پاسخ من به اونها رسید با یک حالت عصبانیتی پیغام دادن که اصلا پرونده دست خود ماست و اگر ادامه بدی ما با آقای بقایی، آقای مشایی، آقای جوانفکر و دیگر همراهان و دوستانت برخورد خواهیم کرد خب این دوتا موضوع چی هست؟ چرا باید بحث طالبان برای ادعی در نهاد امنیتی ما اینطور به طور معکوس دارای اهمیت بشه خب همه میدونیم که طالبان یک گروه وابسته بسیار خشن و ضد انسانی است که با کمک بیگانگان به زور اسلحه با کشتار مردم میخواد بر افغانستان مسلط بشه نقشه روشنه قبلا هم توضیح دادم طراحی جدید آمریکاست میخواد اینها رو مسلط کنه به محض اینکه مسلط بشن با شعار تشکیل خراسان بزرگ تهدیدی جدی رو علیه همسایگان بویژه ایران عزیز شکل خواهند داد بسیار روشنه که هدف اصلی از حرکت اونها از حمایت اونها تقویت و تسلیح اونها تهدید ایرانه و من مطمئن هستم به محض اینکه اونها مستقر بشن تمام مرزهای شرقی ایران عزیز مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت و مشکلاتی ایجاد خواهد کرد که برطرف کردن اونها هزینه ها و دشواری های فراوانی رو به همراه خواهد داشت خب من این توطئه رو افشا کردم و اعلام کردم با مردم افغانستان صحبت کردم با ملت های منطقه صحبت کردم با شما مردم عزیز خودمون صحبت کردم و به عنوان یک وظیفه وظیفه یک خدمتگزار کوچک سعی کردم تو رو تشریح کنم و افشا بکنم و موضوع دوم باند فاسد امنیتی بود که خب در چند بخش راجع به عملکرد اونها و رفتار اونها صحبت کردم اونها چطور مسیرها رو در اداره کشور منحرف میکنن اطلاعات غلط میدن دائما بین مردم و مسئولین تقابل ایجاد میکنن اعتراضات آرام و قانونی مردم رو به خشونت میکشن هزینه اعتراض مردم رو اونقدر بالا میبرن که دیگه مردم بی تفاوت بشن یا کنار بکشن یا نارضایتی ها اونقدر اوج بگیره که دیگه قابلیت کنترل نداشته باشه دیدیم صحنه هایی که در آبان 98 پیدا شد قبلش پیدا شد بعدش پیدا شد هرگاه مردم حرف حقی دارن میخوان بزنن اینا میان وارد میشن درگیری درست میکنن حتی تیراندازی و کشتار درست میکنن و مسیر رو منحرف میکنن و اجازه نمیدن که حرف حق مردم به کرسی بنشینه حتی با این جریانات خارج از کشور مرتبطن تغذیه میکنن به محض اینکه در یه گوشه مردم اعتراضی میکنن با کمک اون بیرونی ها صحنه رو جوری طراحی میکنن که حرکت مردم منتصب بشه به بیگانه تا راه برای سرکوب اون باز بشه و اما موضوع برخورد با همکاران ما خب مردم عزیز اطلاع دارن که از سالهای حدود 94 برخوردهای بسیار سنگینی با همکاران من دوستان و عزیزان من توسط همون باند فاصله امنیتی و تاثیر قرار دادن دستگاه قضایی اتفاق افتاد و انجام شد آقای بقایی رو در جریان هستید با اتهامات واهی زندان طویل مدت دادن بعد در زندان تحت فشارهای روحیشون سکته مغزی کرد پونزده روز معمولین مربوطه تعلل کردن علا رقم اصرار ایشون نبردن به مراکز درمانی و اون سکته آثار سنگینی رو بر جسم و روح ایشون گذاشت بعد هم اتصاب غذای طولانی مجموعا به لحاظ جسمی ایشون آسیب فراوانی بهش وارد شده مریضی های متعددی گرفته و به لحاظ روحی روانی هم صدمات جدی و جبران نپذیری بهشون وارد شده وضعیتش بگونه است که به طور متناوب باید در بیمارستان روان و یا سایر بیمارستان ها برای سایر مریضی ها بستری بشه و تحت درمان و مراقبت های ویژه پزشکان متخصص قرار بگیره شرایطش شرایط عادی نیست بگونه است که از اداره امور خودش هم ناتوان هست و سنگینترین دوز دارویی رو ایشون داره دریافت میکنه و به محض اینکه اختلالی در مسیر درمانش ایجاد میشه شرایطش غیر قابل کنترل خواهد بود آقای مهندس مشایر هم که مردم در جیان هم به صرف یک اعتراض ساده زندان طویل مدت داده شد بعدهم فشارهای روحی که بهشون وارد شد در دوره زندان سابقا دیابت هم داشت ایشون خب روند دید چشمهاش به سرعت رو به پایین و ضعیف شدن گذاشت یکی از چشمهاش الان حدود دو دهم ده هست و دیگری کمتر از چهار دهم پزشکان با سختی و با روشهای پیچیده سرعت کاهش بینایی ایشون رو دارن کنترل میکنن و هر موقعی که تنشی به ایشون وارد میشه این سرعت افزایش پیدا میکنه یه گوشه ایشون تقریبا شنوایی رو از دست داده یه گوشه دیگه خیلی کم شنواست پزشکان اکیدن تأکید کردند که هر نوع تنش به شدت برایشون برای مزره و هم بینایی ایشون رو صدمه جدی میزنه هم ایشون رو ایشون هم به همین خاطر کلا از همه فعالیت های سیاسی و اجتماعی کنار کشیده در یه نقطه دوری حتی دور از خانواده داره زندگی میکنه البته مدت های طولانی در زندان بود جناب فکر فکرم که مردم میدونن به صرف اعلام نظر فقط اعلام نظر با رعایت قوانین با احترام با رعایت ادب صرفا به دلیل نقد و اظهار نظر محکومیت های متعدد با زندان های طولانی به ایشون داده بودند که خوشبختانه با رسیدگی هایی که شد پیگیری هایی که شد پرونده ایشون مختومه شد خب من پیغام دادم که شما چه ارتباطی با طالبان و باند فاسد امنیتی دارید که وقتی از اونها اسم میبریم شما ناراحت میشید اینو برای من روشن کنید بالاخره ما از یه باند فاسدی صحبت میکنیم که علیه منافع ملت علیه انقلاب هست و یک قده سرطانی است در کشور و علیه طالبانی حرف میزنیم که وضعش از هر من شمسه چرا شما باید ناراحت بشید چه ارتباطی هست خب من اظهار نظر میکنم آزادم حق دارم اظهار نظر بکنم شما با اطرافیان من برخورد میکنید این چه شیوه است اونها چه گناهی دارن اینجا گرچه اظهار نظر هیچگاه گناه نیست اما شما با اطرافیان برخورد میکنید خب این هم انتقاداتی بودی که ما همیشه داشتیم همینطور چشار رو میبندید برخورد میکنید فشار سیاسی میارید ساکت کنید افراد رو برای چی ساکت بشیم وقتی میبینیم خطرات بزرگی کشور رو تهدید میکنه به چه دلیل من باید ساکت بشم و چرا مردم حق ندارن که انتقاد به بخشی از روندهای جاری رو یا تصمیمات غلط رو بشنون و در جریان قرار بگیرن به نظرم رسید که شما عزیزان رو در جریان حوادث و تحولاتی که طی روزهای اخیر اتفاق افتاد قرار بدم اما با همه این احوال ایمان دارم که به فضل الهی به لطف آگاهی های ملت عزیز ما و دیگر ملت ها و به لطف همبستگی بین ملت ها انشاءالله از این شرایط به سلامت عبور خواهیم کرد و آینده ای که در شعن ملت ما هست و در شعن سایر ملت ها هست انشالله در ایران و دیگر کشورها برپا خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت